ادامه دارگیری های اسرائیل و حزب الله و تلفات دو طرفه ارتش اسرائیل اعلام کرد یک سرباز و یک افسر این کشور بامداد دوشنبه 15 مرداد بر اثر حمله پهبادی حزب الله به شمال اسرائیل زخمی شدند. ساعتی بعد دو حزب الله بر اثر حمله اسرائیل به یک هسته عملیاتی حزب الله در میسل جبل واقع در جنوب لبنان کشته شدند. حزب الله اسامی این دو عضو خود را علی شقیر و محمد حمادی اعلام کرده است طبق بیانیه ی ارتش اسرائیل ساعت دو بامداد دوشنبه پدافند موشکی رهگیر اسرائیلی برای ساقط کردن چند فروند پهباد حزب الله که از لبنان به سوی اسرائیل پرتاب شده بودند فعال شد ارتش اسرائیل در ادامه بیانیه افزود که یکی از این پهبادهای انفجاری به نزدیکی یک کیوتس در فاصله 10 کیلومتری مرز با لبنان برخورد کرد که در نتیجه آن یک سرباز و یک افسر زخمی شدند و یک آتش سوزی کوچک در منطقه ایجاد شد. حزب الله لبنان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و به رغم حملات متعدد این گروه به غیر نظامیان اسرائیلی طی های گذشته مدعی شد چندین پهباد انتحاری را به سوی یک پایگاه نظامی اسرائیل شلیک کرده است. حزب الله لبنان همچنین مسئولیت یک حمله پهبادی دیگر به منطقه مالکیه در نزدیکی مرز مشترک لبنان و اسرائیل را بر عهده گرفت. از سوی دیگر ارتش اسرائیل نیز یک شنبه شب حملاتی را علیه یک انبار تسلیحاتی و مواضع حزب الله در کفرکیلا واقع در جنوب لبنان انجام داد علاوه بر این مناطق دیگر در جنوب لبنان هدف حملات توبخانه اسرائیل قرار گرفت ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد حزب الله چندین فروند پهباد و راکت دیگر به شمال این کشور شلیک کرده که هیچ تلفاتی را به بار نیاوردند. همزمان با افزایش نگرانی ها درباره اقدامات و حملات احتمالی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن در منطقه و هشدار رهبران اسرائیل درباره بهای سنگینی که متوجه مرتکبان چنین حملاتی خواهد شد سازمان ملل متحد روز دوشنبه 16 مرداد با انتشار بیانیه‌ای خواستار تنش‌زدایی فوری در خاورمیانه شد فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید نسبت به خطر گسترش درگیریها در خاور میانه از همه طرف ها و دولت های درخواست کرد که فوراً به منظور تنش زدائی از وضعیت بسیار متزلزل جاری وارد عمل شوند. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده قرار است روز دوشنبه درباره تنش‌های میانه با تیم امنیت ملی خود گفتگو و با ملک عبدالله پادشاه اردن دیدار کند. گفتگوهای ایالات متحده و اردن یک روز پس از سفر ایمن صفدی وزیر امور خارجه اردن به ایران انجام می شود. ایمن سفتی وزیر امور خارجه اردن روز یکشنبه چهارده مرداد در سفری کم سابقه به ایران خواستار پایان یافتن روند تشدید خشونت ها در خاور میانه شد و گفت این منطقه باید بتواند در صلح امنیت و ثبات زندگی کند لوی داستین وزیر دفاع ایالات متحده روز یکشنبه در گفتگو با یو آو همتای اسرائیلی خود بار دیگر بر پشتیبانی قاطع ایالات متحده از امنیت اسرائیل و حق دفاع از خود در برابر تهدیدهای حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن مانند حزب الله لبنان و حسیهای یمن تاکید کرد انتاگون با انتشار بیانیه‌ای در همین رابطه اعلام کرد که دو طرف درباره جابجایی نیروهای ایالات متحده در منطقه که وزارت دفاع برای تقویت محافظت از نیروهای آمریکایی حمایت از دفاع اسرائیل و بازدارندگی و کاهش تنشهای گستردهتر در منطقه انجام میدهد گفتگو کردند پنتاگون روز جمعه اعلام کرده بود که ایالات متحده یک ناوگروه هواپیمابر و تجهیزات و تسلیحات هوایی بیشتر را به منطقه منتقل خواهد کرد این تحولات پس از حمله هوایی اسرائیل به ساختمانی در بیروت که به کشته شدن فعاد شکر از فرماندهان ارشد حزب الله انجامید و نیز کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران که جمهوری اسلامی آن را به اسرائیل نسبت می‌دهد روی داده است. پنتاگون روز جمعه دوازده مرداد اعلام کرد که یک اسکادران جت جنگنده را به خاور میانه منتقل می کند و یک ناو هواپیمابر را در منطقه حفظ می کند تا حضور نظامی آمریکا را برای کمک به دفاع از اسرائیل و حفاظت از نیروهای آمریکایی تقویت کند.